ادامه برنامه صبح زندگی هست تشکر از سوماین افغان همکار بسیار خوب ما که یک گزارش خیلی خوب هم تقدیم ما شما کرد. کمتر از 15 کم فرصت برنامه امروز ما باقی مونده، با شما هستیم و امروز هم یکی از همکارای بسیار خوب ما جناب استاد وارث اسرت رو دعوت کردیم. استادی که واقعا شیرین هم صحبت میکنن و تدریس هم میکنن ما زیاد از شما مختیم. با ما هستن و امروز در رابطه با از موضوعات خیلی خوب صحبت میکنیم. موضوع خیلی خوب است شاید خود موضوع یک کمک که تو آدم به تشویش بسازه بحران چی است و ای که ما چگونه مدیریت کنیم بحران را یک تغییری که در یک اجتماع می در زندگی ما در یک نظام در کل صحبت های استاد می داشته باشیم استاد سلام سبتان بخیر. سلام بر شما آقای امیری و احمدی صاحب که برنامه را شما پیش بردین متاسفانه ما در یک وضعیت بحرانی هستیم وضعیتی که پیش آماده و شروع شده یک وضعیت خوب نیست یک ناامیدی و در آینده است که چه خواهد شد ولی خداوند انسانه که پیدا کردهو انسان باید آماده باشه بر وضعیتی که پیش مییه چیزی ر که م میخواهیم یا با هم صحبت میکنیم ای است که افغانستان کشوری است که بحرانهای متعدد ره پیش سر گذشتانده و ما این بحران اول نیست یعنی وقتی که ما به دنیا آمدیم به اون بحرانی به دنیا آمدیم و ما متاسفانه میره با گوشت و پوست خود لمس میکنیم افغانستان یک کشور جوان است و ما در افغانستان در سطح منطقه جوانترین کشور هستیم یعنی سطح موسفیده ما بسیار کم است و اکثرت از اما بزرگان خانواده هم جوان هستند تمام علا و بلا در گردن جوان این جوان ها ای باید این پروسه را باید مدیریت بکنن فراموش نکنین که هانتین تونگ در کتاب خود نشته میکنه و میگه که در هر بحران در هر چالش فرصت ها موجود است شما چطور میتونین فرصت ها را پیدا بکنین و از او فرصت ها استفاده بکنین چیزی که در بحران بسیار مهم است پاچگی است ما یک دست دستپاچه میشیم فکر میکنیم همه چیز خوب است یا همه چیز خراب است ای حالت روانی هر کس است و این دست پاچگی باعث میشه که همه دار و ندار ما را از بین ببره یک استرس بحران وجود می به وجود می هر. و ما چیزی که باید مدیریت بکنیم نمیتونیم مدیریت کنیم مدت ها میگذره بعد فکر میکنیم به کاشی کار را میکردم کاشکی کار را میکردم کاشکی کار, را می کاشی کار را اول اولویت اول بود کار انجام میدادم که او باز وقت از وقت گذشته م باور مه ای است که ما چطور می تانیم بحرانه مدیریت کنیم و خوب می تانیم مدیریت بکنیم عن ما اگر دستپاچگی پا، یک طرف شویم و فکر بکنیم که ما در یک وضعیت هستیم یه حال ای وضعیت سر ما آمده چطور میتونیم میره مدیریت کنیم اما چطور دست پای خودا جمع بکنیم باید. شاید ایره ایر شما تجربه کرده باشین وقتی که اول روزایتان بوده شما گویندگی میکنین در کدام رسانه وقتی که داخل شدین اولون با کمره رو برو شدین یک دفعه گم کردین که چه قسم صحبت میکنین عزبه. گوشتان کجاست بینیتان کجاست دستان کجاست یک ساعت گپ زدین و یک ساعت بعد پس بیرون برامادین فکر کردین که والا این حال این دو گوش و این بینیم اینیم دست پاچگی است و این دست پاچگی ناشیزی میشه که استرس میایه و استرس تمام امو 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 چیزی که ما خدا وقف کنم یا سر فکر بکنم فکر از بین میبره تامل از بین میبره تامق از بین میبره می بازی میشه که شما یک تصمیم خراب بگیرین تصمیم درست بگیرید تصمیم گرفته نمیتونین اصلا اونم بحران میایه و بحران آدم خراب میکنه ما چطور میتونیم بحران مدیریت کنیم یکی خوب خوږی است کله چې ادم بل رجوع وکونه به طرف خداون خداوند متعال و می و می توکل الله فوا حس به کس کې به خدا توکل میکنه خداون برش کافی است رجوع کنه به خداون و بعد ازو امن او آرامش یکی است یکی از اساسات اسلی انسان از با خصوص مسلمان اسیم تعودات ما عقاید ما به یمه کی بیاین به خدا باور داشته باشین خدا ما راضی وضعیت ان شاء الله بیرون میکنه اطمنی ما بیرون خاطر شیدین جناب استاد عرفایتن شیرین بود من یک بار میخواستم سوال هم داشته باشم باز نخواستم سوال کنیم استاد میفهمی مشکل آمیانه صحبت میکنم مشکل که ما داریم چی است؟ مشکل ما ای است وقتی یک بحران میه یک مشکل در زندگی ما خلق میشه جایی که را مدیریت بکنیم کاملا خود از دست میتیم که شما گفتین اما وقت دست میشیم به خود رسیده ای نمیتونیم باز چطور مدیریت بکنیم دقیق چیزی که ما نداریم اعتماد به نفس است اعتماد به نفس ببینید یک چیزی شده که اینه ما در کل یک ظرفیت زرف... سازی درست نکردیم نه اما هر چیز اماتور موتور اومدیم خبرنگار ببینین خبرنگار اومتور ای ژورنالیست من ای آمده خبرنگار شده ژورنالیست شده دور از یک تعداد بزرگا که آمدن انجینر شدن یک تعداد آمدن دکتر شدن یک تعداد اما این این آم شدن ما را 20 سال ما موتور بودیم کارای موتور بود اینا چون اعتماد به نفس نیست ای وقتی که اعتماد به نفس نباشه ما خدا یک چیز برابر شده ما در اون موقف رسیدیم یک چیز برابر شده یک باشه آمد سر شانه ما ششت ما را یک چیز ساخت ای ما هم به واقعیش نبودیم این وقتی که باز اعتماد به با نفس از بین میره و ای که طرف دوم کار که گپ احساسات و دین عقاید است اینی می چقدر ما امو باور داریم به ایمان خود نه؟ چقدر ما اونمو باور رو دور پیدا کنیم ای که مردم میرفتن در پشت سر چو خود اویزان میکدن تیارای امریکایی خود اویزان میکدن اونمو اعتماد که نبود نداشتن اما اعتماد است ما هیچ کس نه میگم کنار هر کس میفهمه او زندگیش و خودش میتونه مدیریت کنه زندگی خودا. ما میفهم ما در وضعیت بعد بحران هستیم ما از مشکلات تو آگاه نیستم ولی ما میفهم خود بسیار با مشکل رو هستی ما از جوان افغانستان نمیفهم که چی یک مشکل روبرو هستن و ما کس ما هیچ خارجی ما رو درک کرده نمیتونه او افغانایی که در را در خارج صدای ما اوتور میشنوه ما اوتور درک نمیکنه این که ما در کوچه و پس کوچه با چی مشکل هستم او رو ما رو درک کرده نمیتونه این که آینده ما با چی وضعیت روبرو است ما رو درک کرده نمیتونه بیاین ما یک مدیریت شروع بکنیم نیاز است که ما خودا شروع بکنیم مدیریت این بحران ما باید مدیریت کنیم نیاز بر مدیریت که میتونه خیلی موثر واقع شوه در مدیریت بحران پشت کار پشت کار اعتماد به نفس اعتماد به نفس بر ظرفیت سازی میشه یعنی شما وقتی که اون را میخواین مدیریت کنین ظرفیت سازی میکنین سر خود شما خود میرسونین در بدترین روزا لینا یکی از نابغای بنام نابغی ناکام مشهور است او میگه در بدترین روزایی که جنگ جهانی شروع بود اولین جنگ جهانی وقتی که شروع بود میگم دیدم که جنگ شروع و خانه خراب میشنه م کتاب باز میکردم مطالعه میکردم شاید بسیار سخت باشه یک نفر بگوین که در بدترین روزا که فایرا باشه شما کتاب بخونید. ما مشابه که شب تا صبح که جنگ بود و صدا بود و اینجا فایرای هوایی بود یا خوشی بود یا هر بود ما کتاب باز کردم ما گفتیم بیا می من کنیم مطالعه می کنم بسیار گپار از کتاب ما مختم ما نموتر نیستیم ولی با مجرد که جنگ به کلی سرای خود گرفتن یک بغل ششتن این می کار می کنه بسیار کاملا خود از دست می کنه دقیق اینا می رخم است نه خب این نه نمیگیم کوشته باز که چرا گیری می کنی حالت روانی اگر انسان هیچ کس و آدم پیش بینی کرده نمیتونه گفتم که هیچ بزرگ وضعیت زندگی من تو را نمیتونه که پیش بینی بکنه ما در چی یک وضعیت سخت و خراب روبرو هستیم این از پیش بینی کرده نمیتونه هیچ ار افغانی که امروز در خارج است ایره بفهمه که ما در بدترین وضعیت زندگی روبرو هستیم بحب. و ای که یکی شما رو به ظاهر ما رو میبینین که والا لباسک های سرخ و سفید میبوشیم ظاهری نیست ظاهر شاید گپای پای دیگه باشه ما میگم به جوان صدای مینمی است خب ما هستیم در بحران حال دی بحران دیاتش هستیم دیاتش ما میسوزیم صدای ما است که بیاین این رو باید مدیریت کنیم اینمی رقم که ما مدیریت می کنیم شاید بعد از ای که وقتی که ما از ا وضعیت برائیم مه دگه سریج نهاد باور نداشته باشم که بنام فارین فعال مدنی آمدن ما سره هیچ نهادی که به خاطر حمایت از خبرنگارا بیان من دیگه اعتماد نداشته باشم هر کسی به نام حمایت از خبرنگارا گپ بزنن من دیگه لعنت کنم برشون چرا امروز تعداد بی‌شماری از خبرنگارا اینجا ماندن در افغانستان و با مشکلات زیاد روبرو هستن شاید ما صدای خود را سید کشیده نتونیم و ما اگر صدای خودم بکشیم صدای ما باعث میشه که ما بگ بحران دیگه بریم این نمیست که بریم مدیریتش کنیم یعنی هم میانیش این پاس که من گفتم ای که بسیار گپار گفته نمیتونیم به سطح کلان سانسور میشیم بعضی اوقات هم اگر متوجه نشیم باز از یک بحران بجای جای از یک خوب شیم به بحران دیگه بحران دیگه صد تا بحران دیگه بریم مدیریت بحران یک اصل در داخل هر بحران فرصت های وجود داره که ما چطور بتونیم اون فرصت ها را مدیریت بکنیم فرصت های داخل وجود داره و ما میګم کې ما په ونستون چیموس کشوراموس و ما په د دې وطن ای وطنی وطن خاک او بومي خاک سره ما حق داره د روزای سخت کې ما نه مونډم شما نه مونډین اقا احمدي کې که شماي برمره پهش میم ما همستین و ما پروسه را پیش میبریم ولی به ایمان نهست کې ما ګوش نداریم پوست نداریم درد نداریم

چیزویره به میراز میزګوښشت کې امروز ما خدات هسته بسیار خوش آمدید اوست بسیار تشکر ما هم ډیر تش... ما زیات هسته بسیار ولي بسیار تش بسیار دغه ما دغه اگر د دل وګین اميال شروع وکونیم اگر یک یک شاید بسیار غپاو شه د میتلیزون نتونیم وګویم ولی حداقل برای کتابچن شته کړم میتونیم که ما یک یادداشت درم به نام خاطرات من ما یې غپاره همشه اګه شته را شما خیر به جناب استاد تشکر از کی اسین به کشور ته قربانته خدای و افغانستان قربان خیر و تا روز شنبه که در خدمت شما قرار میگیریم از طرف جمشید جانم من خدافزی میکنم جمعه خوب و خوش داشته باش.